به نام نامی دوست، درود. نقل است که تن آدمی شریف است به نان آدمیت و جماعت ایرانی برای بقا به نان سنگک نیاز مبرم دارد و البته به کله پاچه و آب گوشت و قرمه سبزی. قصه آن که پس از چند سباهی معیشت در فرنگ و دوری از طعام وطنی و علل خصوص نانهای خوشمزه و متنوع ایرانی، فی الواقع طاقتم تاق آمد، لذا آسین همت بالا زدم و بران شدم که نان سنگکی بپزم. سر مبارکتان را بیش از این درد نمی آورم. چنانچه طالبان نان سنگک خانگی هستید، بسم الله. مواد لازم: پنیر تبریز 1 قالب، سبزی خوردن تازه به مقدار لازم، حلیم 1 کاسه لبریز، کباب کوبیده به مقدار کافی. بنده حقیر شرمسارم، اینها برای بعد از تبخ نان است. مواد لازم برای تهیه نان سنگک: آرد گندم سبوسدار، فرنگی ها هول میلش میگویند، آب به مقدار لازم، مخمر از جهت تهیه مایه خمیر یا خمیر ترش، فرنگیش ییست میشود، کنجد به مقدار لازم. شب پیش از تبخ نان باید مایه خمیر ترش را مهیا نمایید، بدین صورت که 1/3 از آردی را که تمایل دارید تبخ نمایید درون کاسه نظیف بریزید، مخمر را هم روی آن رنده کنید و 1 لیوان آب بدان بیفزایید. با قاشق به خوبی به هم بزنید تا مواد به نیکی به هم بیامیزند. روی ظرف را با مشمایی زلال یا به قول فرنگی ها کلین فیلم بپوشانید. تذکر مهم این که ظرفتان به اندازه کافی کلان باشد، زیرا بر اثر فعل و انفعالات حاصل از مخمر مخلوط باد می نماید و اگر ظرف خرد باشد مواد زایل می گردد. امان از باد زیاد. سپس ظرف را درون یخچال بگذارید. این منم. صبح پسین حوالی ساعت 7 کحل خواب از چشمان مبارک بشویید و به مطبخ نزول بفرمایید. سپس مایه خمیر را از یخچال برون آورید و این باز منم. الباقی آرد را در ظرف دیگری بریزید و با آب خمیر نمایید. اگر دلتان خواست کمی نمک هم بدان بیفزایید، کم نمک تر باشد نیک تر است. خمیر را با همزن برقی به نیکی بزنید تا خمیرتان 1 پارچه شود. مایه خمیر را به خمیر تازه بیفزایید و مجدداً به هم بزنید. ظرف را در گوشه عزلت بنهید و وسایل تبخ را مهیا نمایید. وسایل تبخ: روزنامه برای روی میز تا با رعایت نظافت مطبخ عیالتان خوشنود شود. 1 عدد تخته چوبی یا پلاستیکی صاف. اگر دقت نموده باشید سنگکی ها پاروی فلزی یا چوبی دارند که خمیر را روی آن می گسترانند. جناب عالی همان تخته صاف را مهیا کنید کافی است. 1 کاسه آب زلال، سنگ بچه های گرد و صیقلی. می توانید از سنگ بچه های گلدان استفاده نمایید. سینی اجاق فرنگی را سرشار از سنگ بچه نمایید و با یدتان یا 1 چیز گران وزن رویشان بکوبید تا سطح سنگ بچه ها صاف شود. هرچه صافتر نیکوتر. قسمت تبخ بریان یا گریل اجاق فرنگی را روشن نموده و سینی سنگ بچه ها را درون آن بنهید تا گرم شود.
ربع ساعتی بماند با حرارت بالا نیک است. سپس تخته را تر و اندک خمیر را روی آن پهن نمایید. یدتان را تر نموده و روی خمیر بکوبید. خمیر نان سنگک باید شل و تر باشد. سپس سینی سنگ بچه ها را از اجاق برون آورید و خمیر را از یک طرف آن به آرامی روی سنگ بچه ها پهن کنید. این مرحله اندکی طول می کشد و ممکن است گندکاری هم بشود. هرچه تخته تان صافتر باشد و صیقلی تر، خمیر راحت تر فارغ می گردد. سپس کمی کنجد روی خمیر بپاشانید و سینی را مجدداً درون اجاق بنهید. چند دقیقه بیاسایید. کمی که گذشت سینی را برون آورده و بچرخانید و مجدداً درون اجاق بگذارید. کمی که سطح خمیر برشته شد، سینی را برون بیاورید و پشت رویش کنید. در این مرحله مشاهده می کنید که سنگ بچه ها به خمیر چسبیدند. نهراسید و با دست به فرق مبارکتان نکوبید. سینی را مجدداً درون اجاق بگذارید و چند دقیقه دیگر بیاسایید. کمی که گذشت سینی را از اجاق فرنگی به در آورید و آرام سنگ بچه ها را بزدایید. فلواقع نان سنگکتان مهیا شده. اگر عیالتان هم زحمت حلیم را کشیده باشد، چه آدینه‌ای خواهد شد. گوارای وجود.